کوچه ایرانیان، بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. امیدوارم که ایام نوروز را به خوبی و خوشی گذرانده باشید. بهترین قسمت جشن نوروزی همان دید و بازدیدهای نوروزانه است که انسان از محبت دوست و فامیل بهره‌مند میشه و اقلا برای اشخاصی چون من که در تمام سال مشغول کار و برنامه سازی هستم، فرصتی دست میده که گذر عمر را شاهد شویم. از نوروز گفتم به یاد دوست فرهیخته زنده‌یاد نادر نادرپور افتادم که 30 سال پیش در این برنامه نگاهی ژرف به نوروز داشت و چون از غم دوری از وطن و حکام به تخت نشسته آخوندی بسیار آزرده بود، در لابلای کتب قدیمی از جمله شاهنامه فردوسی به جستجوی تاریخ پدید آمدن نوروز پرداخت و مخصوصا دلیل وجودی ضحاک ماردوش را در آن دوره اسطوره‌ای شگفت انگیز میدید. من در مقدمه کتاب ابن خلدون، نویسنده تونسی که 700 سال پیش میزیست، اشاره به این دگرگونی تاریخی در سطح کشورها و دولتهای جهان خوانده بودم. او به ریشه یابی سرنوشت کشورهایی چون ایران 1400 سال پیش و حتی امروز ما میپردازد که اجازه دهید در برنامه دیگر به آن بپردازیم. ولی امروز به یاد شاعر نامی ما نادر نادرپور و سخن او در 30 سال پیش و تشابه روزگار کنونی ما با عصر جمشید شاه می نشینیم پای سخن نوروزی نادر نادرپور. سلام بر شما. نوروز آمد و رفت و از رفتنش هم یک ماه گذشت، اما نه تنها امسال بلکه در هیچ یک از سالیان اخیر من به یاد ندارم که کسی شرح پدید آمدن این جشن بزرگ رو از روی متون تاریخی و یا از روی کتب اساطیری قدیم باز گفته باشه. من به شاهنامه رجوع کردم تا روایت پدید آمدن نوروز رو برای شما نقل کنم، برای اینکه اولاً نوروز خیلی غریبانه از این دیار نرفته باشه و ثانیاً برای اینکه یک بار دیگه بر شما معلوم بشه که نه تنها تاریخ بلکه افسانه‌ها و اسطوره‌های ملی هم به دلیل جوهر حقیقتی که در خودشون نهفته دارند میتوانند مکرر شوند. اما به روایت شاهنامه، جمشید چهارمین پادشاه سلسله پیشدادی و بزرگترین شهریار اساطیری ایران بوده و زمان سلطنتش به خلاف 3 پادشاه پیش از او بسیار طولانی بود، یعنی 700 سال. در طول این 700 سال جمشید هم فرمانروایی دین رو داشت و هم فرمانروایی دنیا رو و سالیان سلطنت خودش رو به چندین 50 سال تقسیم کرد. 50 سال اول رو صرف گداختن یا نرم کردن آهن و ساختن جامه‌های جنگی به سپاهیانش کرد. 50 سال دوم رو صرف آموختن پارچه بافی و جامه دوزی به مردم کرد و اما 50 سال سوم رو که شاید از همه مهمتر باشه صرف پدید آوردن طبقات اجتماعی کرد و از میان اجتماع 4 طبقه پدید آورد که عبارت بود از کاتوزیان یا به اصطلاح امروز روحانیان، نیساریان یا نظامیان، کشاورزان که امروز هم به همین نام نامیده میشند و اهنوخشان یا پیشوران امروزی. پنجاهه چهارم رو صرف این کرد که به این طبقات امتیازات خاص خودشون رو بفهمونه و ضمناً حدود کار و اختیارشون رو نشون بده و اما پنجاهه پنجم رو صرف آموختن به مردم کرد برای چند فن، از جمله بنایی یا معماری، برآوردن سنگ‌های قیمتی از معادن و پزشکی، دریانوردی و جز اینها.
و پس از اینکه این کارها رو انجام داد، به پاس خدماتی که خودش کرده بود و نیز به پاس اینکه مردم رو در رفاهی گذاشته بود که حتی از بیم مرگ غافل مونده بودند، برای خود تختی ساخت و بر این تخت گوهرهای فراوان نشاند، خود بر این تخت نشست و به دیوان درگاهی فرمان داد که این تخت رو در آسمان بگردانند. وقتی که تخت دوباره به زمین نشست، مردم بر گرد جمشید گرد آمدند، جشنی برپا ساختند و این روز رو، این جشن رو نوروز خواندند. بنابراین نوروز به عنوان جشنی از سوی مردم برای تجلیل جمشید پدید آمد. تا اینجا داستان سلطنت جمشید نیک آغاز بود. از اینجا کمی به بدفرجامی می‌گراید، زیرا که از این تاریخ به بعد جمشید به سبب خدماتی که کرده بود مغرور شد و از بزرگان خواست که او را جهان آفرین بخوانند و بدین گونه پیمان فرح ایزدی رو که از یک سو با خداوند داشت و از سوی دیگه با مردم شکست، زیرا که دعوی آفریدگاری کرده بود و از چشم خداوند افتاده بود و از سوی دیگر به مردم بی اعتنائی کرده بود و مغرور شده بود، از این جهت از چشم مردم هم افتاد. اما از چشم افتادن جمشید مقارن بود با قدرت گرفتن ضحاک که یکی از امرای عربستان بود. پدر ضحاک مرداس مردی نیکدل بود، اما ضحاک که جوان بلند پرواز و جاه طلبی بود، فریب ابلیس رو خورد، در راه پدر چاه کند، او را کشت و بر تخت نشست و ابلیس در لباس آشپز نخست به او خوردن گوشت رو آموخت و سپس بر دو دوش او بوسه هایی نهاد که از جای اون بوسه ها مارهایی رستند و این مارها برای تغذیه خودشون به مغز جوانان نیاز داشتند. اما از اونجا که مردم از جمشید در ایران دلزده شده بودند و آوازه ضحاک رو علارغم سنگ دلی ها شنیده بودند که مردی است مقتدر، جمشید را گذاشتند و به ضحاک روی آوردند و سپاهیان جمشید که دل از مهر او برداشته بودند همه به سوی ضحاک رفتند و ضحاک رو از گوشه ای از عربستان به ایران آوردند و او را بر تخت نشاندند. این بود شرح پدید آمدن نوروز در زمان پادشاهی جمشید و شرح ناپدید شدن جمشید به روایت فردوسی. اما نمیدانم آنچه که گفتم ورقی از اساطیر کهن بود یا برگی از تاریخ معاصر. قضاوت با شماست. در اینجا یک بار دیگر به دیدار شاعر و نویسنده کوشای ما میم سحر به پاریس می رویم و می نشینیم پای صحبت او در ارتباط با این دوران سیاه حکومت اسلامی بر ما گذشته است. آقای جلالی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا در پاریس در دفتر شخصی شما خدمتتون میرسم. منم خیلی خوشحالم از زیارت دوباره شما. خواهش میکنم. به هر حال ما خوشحال میشیم که هر سال میام و دیدگاه شما رو عرضه میکنیم به بینندگان ما. محبت. که خیلی طرفدار دیدگاه شما در ارتباط با نقدتون با جمهوری اسلامی که 40 سال بر کشور ایران حاکمه، 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی بر کشور ایران. درست. خواستم بدونم که شما که انقدر دقیقا به مسائل داخل کشور و خصوصیات جمهوری اسلامی در صحبتاتون میپردازید، چه نگاهی دارید به تغییر و تحولاتی که طی 40 سال گذشته پیش آمده؟ یعنی این 40 سال حکومت اسلامی
چه تغییراتی در زندگی ما ایرانیان در داخل کشور که من و شما البته حضور نداریم، فقط یه شناختی از دور داریم، و جامعه ایرانی خارج از کشور به وجود آورده. به نظر من ابعاد گوناگونی داره که میشه اون رو در عرصه نهاد حکومت، نهاد دین و نهاد فرهنگ و جامعه دید، و این گسسته سگانه زندگی و به هر حال به طور کلی زندگی ایرانی ها رو زیر رو کرده. برای اولین بار در تاریخ ایران روحانیت که همواره در کنار حکومت و معمولا همدست سلاطین مستبد بود، حداقل تا پیش از مشروطه اینطور بود، خودش رأساً تاج و تخت رو تصاحب کرد و به جای سلطان مستبد به نام فقیه بر تخت سلطنت نشست با امکانات بیشتر. دقیقاً. و این یک رخداد بی سابقه در طول تاریخ ایران بود. این جا به جایی نتایج بسیار عظیمی به بار آورده که مهمترین اون گسست در نهاد دین، یعنی در شیعه 12 امامی این انقطاع رو ایجاد کرد که 500 سال دست کم دست نخورده باقی مونده بود. این دگرگونی روحانیت رو بدل به حاکم چکمه پوش و زورگو و شکنجهگری کرد که برای حفظ موقعیت خودش در رأس حکومت دست به قتل و جنایت میزند. در واقع معنای روحانی خودش رو با امتیاز حفظ قدرت تاخت زده. و شیعه اثناعشری در ایران به این معنی فاقد روحانیت شد، یعنی روحانیت خودش رو از دست داد که قرار بود ارزش‌های معنوی و دینی و مسائل شرعی مؤمنان رو پاسداری بکنه، برای این ساخته شده بود. پس تغییر تحول بزرگی هم در جامعه روحانیت پیش آمد. دقیقاً. اول اون یعنی اهمیت پر اهمیت ترینش اونه، برای اینکه یک جابجایی در نهاد حکومت و دین شد. صحیح. و این اتفاق سابقه نداشت در تاریخ و طول تاریخ ایران. روحانیت از روحانیت خودش تهی شد. نمونهش میبینیم که مراجع تقلید بزرگی هستن با تبختر، خودشون رو مرجع تقلید شیعیان جهان مینامند و ولی در به اصطلاح اختلاس ها و دزدی ها و غارت اموال عمومی نقش دارن. من. دیگه چی میخوایم وقتی مرجع تقلید اسمش در غارت ها در میاد، دیگه از بقیه خب چه انتظاری هست؟ دین رأساً نقش سرکوبگر و زورگو رو عهده‌دار شد. دین که در واقع میباید نماد معنویت و فلاح و رستگاری مؤمنان باشه و در واقع شفاعت مؤمنان رو در اون دنیا بکنه، خودش تبدیل شده به زورگو و سرکوبگر، و در حالی که برای چنین موقعیتی تربیت نشده بود، برای اداره مملکت روحانیت ساخته نشده بود، این چنین روحانیت رو تربیت، حوزه های علمیه رو وقتی درست کردند درست نکردن که براش وزیر و نمیدونم وکیل و مدیر اقتصادی و رهبر ارتش و اینها در حوزه های علمیه تربیت کنند. سنتاً چنین به اصطلاح اتفاقی در طول تاریخ ایران بی سابقه است. در واقع همه اینها، همه این چیزی که من ازش به عنوان یک گسست در سه بعد یاد میکنم، موجب خسارات و ویرانی بزرگ جانی و مالی و به خصوص خسارات معنوی و فرهنگی و اخلاقی در ایران شده که کمتر از این صحبت میکنن. همه بیشتر به این میپردازن که چقدر سرمایه های مملکت به باد رفت، چقدر کشته دادیم، که البته خیلی عظیم است و خیلی وحشتناک است کشته ها، و چه در جنگ چه در اعدام ها و غیره، اما اون خسارتی که به اخلاق و به بنیادهای اخلاقی و معنوی جامعه ایران خورده که غیر قابل به اصطلاح بررسی هست و غیر قابل کشف هست که چقدر بوده، تا هنوز کسی این رو بررسی نکرده، بسیار بسیار وحشتناک است. خب ببینیم، مثلا 40 سال پیش همچین دیدی نداشتیم، یک چنین شناختی از جامعه روحانیت وجود نداشت، پس از گذشت 40 سال به وجود آمده، درسته؟ خب الان مردم بیشتر پی میبرن، ولی همون موقع هم خیلی کسانی بودن که به این مسئله فکر میکردن که اگر قرار است دین به اصطلاح جای چکمه پوش و سلطان مستبد به اصطلاح سنتی رو بگیره، پس تکلیف دین چی میشه، تکلیف سلطنت. ببینید این جا به جایی این اتفاق رو همه به نوعی حس میکرد، ولی اونچنان به ابعاد و نتایجی که بعدن
به مرور نشون داد خودش رو بله. کسی توجه نمیکرد، برای اینکه همه غرق در واقع یک جور به اصطلاح این انقلابیگری و این به اصطلاح این هذیانی که به اصطلاح جامعه انقلابی اون مردم رو و به اصطلاح انقلابی رو بهش دوچار کرد بود، فرصت این فرصت رو به دست نمیداد که به این مسائل بیاندیشن و فکر کنن. جنبه استثنایی که بود دیگه، به همین ترتیب هم دیدیم که مثلا حرف بختیار رو اصلا ملت نتونست بگیره. دقیقاً بختیار انسان منحصر به فردی بود که این واقعیت رو میدونست و فهمیده بود. وقتی که میگفت که دیکتاتوری نعلین از دیکتاتوری پوتین و چکمه خطرناکتره، این رو حس کرد بود. حالا به صورت روشن و واضح و علتش رو اینها رو یا فرصت نیافت یا گفته نشد، اما اینو احساس کرد بود. بعد یه نکته دیگر هم اشاره میکرد که محتوای حکومتی که آقای خمینی اعلام کرده ایش مشخص نیست. من مرور کردم گفته‌هایشون رو در اون روزها، چند بارشون تاکید داشت که آقا این حکومت اسلامی که آقای خمینی داره نویدش رو میده، ایشون نخست وزیر بود داشت این رو میگفت، هیچ محتواش مشخص نیست، کسی گوش نمیکرد. یعنی چی محتواش مشخص نیست؟ آقا یه روحانی داره میاد مملکت رو داره نجات میده از دست شاه، توجه کردین دید اون روز یک چنین چیزی بود؟ یعنی چی محتواش؟ یه روحانیت دیگه جایگاه خودش رو داره دیگه، عدل و انصاف و همه در واقع غرق اون عواطف احساساتی و رمانتیسم انقلابی و هذیان عمومی که گرفته بود جامعه رو و فکر میکرد و دروغ و فریب و تقیهی که به اصطلاح آخوند روحانیت متخصصش هست به دلیل سالها قرنها سنتی که داره و فریب دادن مردم. در واقع اینا تقیه میکردن و دروغ میگفتن، معلوم بود که قصدشون حاکم کردن حکومت تئوکراسی، حکومت آخوند و روحانیت هست و اینو خب میپوشوندن و مردم هم به اصطلاح میت بود، میت انقلاب و میت مذهب بود در ذهنشون، از عدل علی یک چیزهایی در خوابها و رویاهاشون بود و اینا از این استفاده میکردن که عدل علی که معلوم نیست چی هست و کی بوده و کجا بوده و چی بوده، و این بازی میکردن با عواطف دینی و عواطف به اصطلاح روحانی و اون اعتقادات عمومی مردم. آقای جندی، پس در اون دوران جامعه شناخت واقعی از روحیه و کاراکتر روحانیت نداشت؟ نه، متاسفانه، به دلیل اینکه به اصطلاح اون نسلی که انقلاب مشروطیت رو در ایران به انجام رسانده بود از میون رفته بود. صحیح. و بعد یک گسست بزرگ فرهنگی در واقع روشنفکری ایجاد شد. چون و از نظر شخص خود من، من فکر میکنم ما بعد از روشن فکر واقعی ما در دوران مشروطیت داریم. اون چه که بعد از مشروطیت اومد گسست است. روشن، وقتی میگم روشن فکر، منظورم کسانی است که در به اصطلاح به تأثیر از انقلاب فرانسه و به تأثیر از به اصطلاح عصر روشنگری بله. سعی کردن اون ایده های نو، ایده های انسانگرایانه، اومانیستی انقلاب کبیر فرانسه رو به زبان ایرانی، به زبان به اصطلاح مردم فهم ایران در دوره خودشون منتقل بکنن به ایران. حاصل اون شد انقلاب مشروطیت و کسانی که باقی بودن در اون دوره هدایت فکری جامعه رو به عهده داشتن میراثداران انقلاب کبیر فرانسه بودن، کما اینکه خب قانون اساسی مشروطیت در واقع به نوعی اقتباس از قانون اساسی بلژیک بود. درسته. اون متاسفانه بعد از تا دوران تا قبل از شهریور 1320 هنوز تک و توک و به اصطلاح اون سنت روشنفکری در ایران وجود داشت، اما بعداً به نظر من به دلیل انقلاب روسیه و تشکیل حزب توده در ایران مسیر روشنفکری اصلا جای جور دیگری شد و که من اسمش انتلکتوالیسم میذارم که اون بی ارتباط بود با به اصطلاح با روشنفکری عصر مشروطیت. این گسست باعث شده بود که مردم ندونن که در انقلاب مشروطه چه گذشت و چه جنگ‌های فکری و به اصطلاح عقیدتی وجود داشت بین آزادی‌خواهان، بین اونهایی که دنبال تجدد بودن، دنبال حقوق حق بودن، قانون یک کلمه دنبال این بودن، و کسانی که دنبال سنت و اسلام اینها بودن. یعنی مسئله درگیری روحانیت و که سمبولش روحانیت سنتی که سمبولش شیخ فضل الله نوری بود
فراموش شده بود دقیقا. و این رو دقیقا. کسی نمیدونست و بعدم این ایدئولوژی به اصطلاح استالینی غلبه کرده بود بر همه جا تسلط داشت و این جریان به اصطلاح جنبش های چریکی و نمیدونم این مسئله تقسیم جهان به دو قدرت جنگ سرد، دو قدرت سوسیالیستی و جهان کاپیتالیستی و اینها، این همه ذهنها رو اشغال کرده بود، در خودش فرو برده بود و کسی فرصت این که ببینیم چی در تاریخ گذشته و ما در کجا ایستادیم و چه اتفاقی در مملکت ما داره میفته نداشت. اینا بر اساس منافع لحظه‌ای که الان چه کاری بکنیم که منافع به اصطلاح سوسیالیسم جهانی با اون منطبق باشه اینجوری فکر می‌کردن، یعنی مدار قطب نماشون در این جهت میاندیشید تو ذهنشون. تو فکر نتیجه میگیریم که در اون دوران نتیجه میگیریم که در اون دوران ملت یا جامعه در کل دید مثبتی نسبت به روحانیت داشت، دید منفی نداشت. برای این که میگم، برای این که روحانیت تا حدودی دور از به اصطلاح قدرت اجرایی سیاسی بود و به اصطلاح به اون معنویت میپرداخت و به من به مسئله دین و ایمان مردم، مردم به اون اتکا داشتن، سهم امامشون میگرفت و مردمان مظلومی هم بودن آخوندها، درسته، یعنی خب مسائل شرعی مردم رو پاسخ میگفتن، نمیدونم همیشه از اخلاق و واعظ بودن، در واقع موعظه میکرد و موعظه همیشه باید چیزهای قشنگ و زیبا و همراه با اخلاق و عمومی اینها باشه و خب مردم دردی مشکلی هم که داشتن همیشه میرفت سنتا میرفتن پیش اینها. خب از این رو کسی توجه نمیکرد که چه در واقع چه افعی افسرده ای اون زیر خوابیده. من این که میگم تمثیل مولانا به یادم میاد که تو یکی از داستانهای مثنوی میگه یک مارگیری، یک مار رفت از بغداد بیرون تو بیابون‌ها و اینا، یک مار افسرده و یخ‌زده‌ای پیدا کرد و این معرکه گیر بود و گفت عجب چیزی پیدا کردم و این رو باید برگردم به بغداد و معرکه را بندازم و خیلی کارم سکه میشه. و این مار رو آورد، وقتی آورد توی بغداد، آفتاب تند بغدادی به این مار افسرده تابید و یخاش آب شد و این مار زنده شد و شروع کرد بلعیدن. اول کسی رو که بلعید همون هنگام گیره به اصطلاح معرکه گیره چیز بود و بعد مردم بغداد که اومده بودن تماشا بکنه. در واقع این جوری بود، یعنی این با بازی با اسلام سیاسی به این صورتی که حالت افسردگی داشت بعد از مشروطه به خاطر از دوران رضا شاه به بعد، البته محمد رضا شاه مقداری به اینها میدان داد و زنده کرد و اینها و اتفاقاتی افتاد که حالا جاش نیست که آیا روشن فکران نقشی داشتن نداشتن، فرصت نیست که در این زمینه صحبت بشه. و به هر حال این نیرو دوباره جون گرفت و کسی خبر نداشت که چه نیروی هولناکیه، از این اطلاع نداشتن و اتفاق این سال 57 افتاد. بله، این سهم روحانیت که مردم در کل دید مثبتی نسبت به اون قشر داشت. ملت ایران طی این 40 سال در چه تحولی به وجود آمده؟ خب همین که عرض کردم، این زیر روی هایی که شد و گفتم گسستی که پیش اومد، این اتفاقات که افتاد، خب مسلمه که همه چیز رو زیر رو کرد، فرهنگ رو زیر رو کرد، اخلاق رو زیر رو کرد، رفتارهای اجتماعی و انسانی، روابط رو زیر رو کرد. به قول عبید زاکانی اصطلاحی داره، مذهب منسوخ، مذهب مختار. اونهایی که مذهب منسوخه، یعنی اون ارزش‌ها و معیارهایی که قبلا وجود داشت و مردم بر اساس اون روابط خودشون رو با هم تنظیم می‌کردن، اونها رو نمونه نماد اعلای اخلاق و انسانیت و رفتار آدموار بین همسایگان و بین خودشون می‌دیدن، اینا همه منسوخ شد، شد مذهب منسوخ. و مذهب مختار اون به اصطلاح روابط جدید و اون فرهنگ جدید و اون شیوه زندگی جدید و اون ذهنیت جدیدیه که حاکم شده به دلیل زیر رویی ها، به دلیل اینکه اون دوره مغول در زمان عبید زاکانی که هم عصر حافظه میدونیم که حمله مغول اتفاق افتاده بود و مغول ها ویران کرده بودن، همه چیز رو زیر رو کرده بودن. در واقع همچین اتفاقی افتاده و ما یک مذهب مختاری الان هست که این همه معیارها رو اینها دارن تعیین میکنن و مدل مردمن
مدل جامعه ان، اینها همه کاره مملکتن، فرهنگ رو اینا تعیین میکنن که مثلا من نویسنده چه کلمه ای رو به کار ببرم، چه کلمه ای رو حق ندارم به کار ببرم، نمیدونم هنرپیشه چه فیلمی رو حق داره بازی بکن، چه حق کارگردان چه کاری میتونه بکن، چه هر چیزی در هر عرصه‌ای که شما نگاه بکنید هنر همینطور. خب اینا فرهنگ جامعه رو هدایت کردن، وزارت ارشاد در واقع اداره سانسور رو به جای اداره فرهنگ گذاشتن، وزارت فرهنگ بله. که نقشش به اصطلاح توسعه فرهنگی بود، کمک بله. حمایت دولت از فرهنگ جامعه، از نیروهای استعدادهای درخشان جامعه برای رشد فرهنگی بود، تبدیل کردن به یک وزارت سانسور و یک وزارتی که کادر درست میکنه و به اصطلاح یک فیلتر و لوله‌ای درست میکنه و همه رو میخواد از این لوله رد بکنه. خب این در این چی میخواییم به وجود بده؟ چه فرهنگی میخواییم ساخته بشه؟ چند میلیون؟ 6 میلیون ایرانی در خارج از کشورن، درسته؟ اومده حالا بین 4 تا 5 میلیون. حالا خودشون میگن 6 میلیون. خب این یکی از نتایجشه، یعنی اینکه خب یکی از این نتایج هزاران بدبختی و فلاکتی که در جامعه وجود اومده، یکیش گریز مردمه، چون نمیتونن تاب اونجا رو، خیلی ها نمیتونن نمیارن بل. یعنی یه جامعه درست کردن که منطبق نیست با به اصطلاح آرزوها، با خواستها، با آرمانها، با شیوه زندگی بسیاری از مردم ایران بل. ناچار وطنشون رو با هزار بدبختی ترک میکنن که یه جا بتونه نفس بکشن. خب این مهاجرت، خب مسئله مهاجرت شما در تخصصتون هست و با خیلی صحبت میکنین و این یکی از نتایج بسیار مهمی بود که در واقع مردم راه گریز پیدا میکنن و به دنبال راه گریز هستن که کشورشون رو متاسفانه اونم بهترین نیروها، یعنی کارکشته ترین، ورزیده ترین، آزموده ترین و باهوش ترین آدم ها مهاجرت میکنه، یعنی کشور از مغزهاش، از توانایی هاش، از همه چیش خالی میشه. نه اینکه نیستن، در این مسلمه هم بیشتر اکثریت کشور 70 میلیونی همیشه باز تولید میکنه هستن، ولی تا اونجایی که میتونن کسانی که توانایی دارن میخوان از اونجا بیان بیرون. چرا؟ چون شرایط طوری هست که همه به دنبال فرار و گریز از دست حکومت. این 40 سال قشری هم که در ایران باقی ماندن درشون تغییر تحول ایجاد شده، یعنی همون دیدگاهی که 40 سال پیش یا 30 سال یا 35 سال پیش داشتن که نسبت به رژیم ندارن. بعد این رو شما چگونه ارزیابی میکنی؟ یعنی چه تحولی در دیدگاه ملت ایران در داخل کشور طی این 40 سال به وجود آمده؟ اگر من خود در ایران زندگی میکردم قطعا بیشتر بهتر میتونستم در این زمینه برای شما صحبت کنم. ولی مثلا شناختشون بیشتر شده از روحانیت؟ یعنی 100 درصد. از به هر حال وقتی که از نزدیک با فضای داخل ایران، وضعیت اجتماعی و ذهنیت عمومی جامعه تماس مستقیم آدم نداشته باشه، بله. خیلی دشواره که بتونه به اصطلاح توضیح دقیقی بده. درسته. مسائل ایران کلن، سرنوشت ایران برای من بسیار اهمیت داره و روزی نیست، شبی نیست که بدون یاد ایران بخوام و صبحی نیست که بدون یاد ایران از خواب بیدار بشیم. به هر حال این که چه اتفاقی افتاده، من فقط اشاره کردم که این دگرگونی ها، این زیر رو شدن ها، این گسست ها همه چیز رو وارونه کرده، معیارها و ارزش ها رو وارونه کرده. به خصوص یکی از چیزهای اتفاقای مهمی که افتاده اینه که در داخل ایران مردم رو دوگانه کرده، مردم رو در واقع تبدیل به یک زندگی واقعی و یک زندگی دروغین کرده. در بیرون باید دروغ بگن به حکومت، چهره ای رو از خودشون نشون بدن که نیستن و در خونه در واقع اون چیزی که هستن رو نشون بدن. این در واقع وجود دو ایران، دوگانگی، به هر حال دوگانگی مردم ایران برای گریز از به اصطلاح احکام و باید و نباید ها و فشارهایی که هست و معیارهای تحمیلی که به اسم مذهب و مثل حجاب، مثل نمیدونم اینو بخور اونو نخور، مثل برقص یا نرقص، یا مهمونی بده یا نده، همه اینا برای گریز از اینها دو تا زندگی به وجود آورده. یعنی در واقع چی میگن، دست به دامن همون تقیهی که خاص آخوندهاست و در واقع روحانیت در ایران به وجود آورده، شیعه 12 امام وجود داره، دست به دامن مردم، دست به دامن تقیه شدن، تقیه میکنن، یعنی دروغ میگن، چهره ای برای حکومت نشون میدن از خودشون و چهره ای از خودشون هست که داخل دو تا ایران هست، ایران درونی اندرونی و ایران
بیرونی. این یعنی چی؟ یعنی شما باید همه مردم ایران یک جا باید در ریا و دروغ و تزویر در مهارت کامل باشن تا بتونن از به اصطلاح گزند گزمه ها و نمیدونم این سپاه و بسیج و پاسدار و این حرفا لحظه ای بر خودشون آرامش داشته باشن. این یک چیز وحشتناکیه. اونجایی که من صحبت میکردم که این از لحاظ اخلاقی و فرهنگی در واقع ضربه وحشتناکی به جامعه ایران خورده، قطعا اشارم منظورم همین بود. همین که مردم به هم، یعنی اول به حکومت دروغ میگن و بعد بین خودشون هم همینطور. خب این در آغاز نبود دیگه، چند سال پیش همچین چیزی یعنی نبود. به هر حال دروغگو همیشه هست در همه جا، نمیدونم آدم ریاکار همیشه هست در همه جا، ولی این به قول عبید زاکانی مذهب مختار نبود. صحیح. یعنی تبدیل به یه معیار تأیید شده از سوی به اصطلاح برنامه ریزان فرهنگی، اجتماعی، هنری، نمیدونم آموزشی مملکت نبود. اتوریته هایی که اون بالا نشستن مدل دروغ و مدل ریاکاری و مدل تزویر و مدل دوگانگی در روش زندگی نبودند. تا اونجایی که برعکس بود، اتفاقا اگر کسی وزیر بود یا وکیل بود سعی میکرد که وجه انسانی، ظاهر انسانی، ادبش، نمیدونم احترامش، حرف زدنش یه جوری باشه که کوششش رو میکرد. حالا نمیگم که اون در اون دورم همه در جای خودشون بودن واقعا، یا حتما 100% همه به اصطلاح آدم های شایسته کاملی بودن، نه، ولی تا اونجایی که بودن نمونه هایی بودن که میشد اونها رو به قول معروف بیرون آورد. میشد گفت این وزیر مملکت منه. هویدا یک آدمی بود که میشد گفت نخست وزیر و افتخار درست. کرد درست. واقعیته درست. این هویدا حالا قرنها باید بگذره که ایران در این وضعیتی که ما داریم فکر میکنم پیدا کردن یک نخست وزیری مثل هویدا به آرزوی دراز ایرانی ها تبدیل شده. خب این یک چنین وضعی وجود داره. منظورم دفاع از به اصطلاح سیاست های هویدا اینها نیست، از نظر شخصیت آدم ها میگم و آدم با فرهنگ، آدمی که نه اهل دزدیه نه اهل هیزیه. خب ببینید یک همچین وضعیتی وجود، حالا کیا نشستن اونجا؟ کیا هستن اینایی که مدلن؟ نه دیگه مکتبی هن. همگان مکتبی هن. مکتبشون هم مکتب خاصیه. مکتب ظاهرن مکتبیست که ظاهرن اینا کشوری رو به غنیمت گرفت. مدل اینها به نظر میرسه که مثلا سعد وقاص اینا اومده یه حکومتی رو گرفتن و حالا انگار فرصت اومده و تا اونجایی که میتونن باید اینا بچپن، چون غنیمته و کار خداییه و این خیلی خوبه. مردم ایران به اسم به شکل کفار میبینن که باید اینها رو هرچه بیشتر به اصطلاح لخت کرد. این خب معلومه چنین آدمایی در دانشگاه ها ببینید چیکار کردن، چجوری نظام آموزشی، سیستم آموزشی رو اینقدر به حد ابتذال کشیدن زیر صفر. دکترا میفروشن، نمیدونم تز دکترا میفروشن، مدرسه های مختلفی رو باز کردن که دکترا میدن همینجوری. برای چی؟ به عواملشون، به عده بسیجی که چیکار کنن؟ که برن در دانشگاه درس بدن که چی تربیت کنن، مثل خودشون تربیت بکنن. خب این از اون اتفاق وحشتناک ضد فرهنگی در واقع و ضد اخلاقی که یا فاجعه به اصطلاح فرهنگی و اخلاقی که در ایران رخ داده. خب حالا زیر ساختار این رژیم اینطور که شما توضیح دادید، زمین تا آسمون با گذشته متفاوته. تا این 40 سال ساختاری که رژیم پیدا کرده، میدونید تعلیم و تربیت رو تمام اینا دبستان، دبیرستان، دانشگاه همه متفاوته و ملت هم قدری تغییر پیدا کرده. دیدش نسبت به حکومت که ملایان باشه تغییر پیدا کرده نسبت به 40 سال قبل. بفرمایید که چگونه ممکنه در آینده از دید شما یک چنین حکومتی تغییر پیدا کنه؟ خیلی دشواره. من فقط میتونم بگم که چه عواملی میتونه این حکومت رو تغییر بده؟ عوامل متعدد. نه مثلا خب بله، بعضی مثلا میگن از خارج از کشور توجه کردی قدرت نظامی از داخل کشور یا یک سپاهی بلند بشه یا اینکه جامعه به یه تحولی دست بزنه توجه کردید یا اعتصابات زیاد. به هر حال از نظر شما که خیلی به مسائل داخل کشور میپردازید، میخوام بدونم پیش بینی شما چگونه است که چگونه میتونه حکومت جمهوری اسلامی که 40 سال یا 4 دهه در کشور ما حاکم شده، درست مانند خلیفه‌گری، چگونه ممکنه تغییر پیدا کنه؟
خب این سوال بسیار دشواریه، به خصوص که میگم قبلا هم گفتم که با به اصطلاح مستقیم من با ذهنیت عمومی جامعه در تماس نیستم و نگاه منم با اینکه همیشه میگم به ایران فکر میکنم نگاه یک سیاستمدار یا یک سیاستمدار چیز حرفه‌ای نیست، من نگاهم از دید یک نویسنده و شاعر یا هنرمند، حالا اگه بشه این اسم روی من گذاشت بعضیا این اسم رو میذارن روی ما خودمون، در هر صورت من اون چیزی که میتونم بگم پیشبینی و پیشگویی بر من خب خیلی دشواره، به خصوص که تا حالا هر کی هم پیشگویی کرده بین ما ایرانی ها هیچ کدوم درست در نظر، اگه یادتون باشه یه دوره ای تا حدود 7 8 10 سال همه دو تا انگشتاشون رو به هم نشون میدادن یعنی که دو ماه دیگه برمیگردیم، تو این سالهای اخیرم مدام پیشگویی هایی هست از طرف اون دو ماه و اینا گذشت گذشت ولی پیشگویی های بعدی هم که آیا این اتفاق میفته فلان یا جنبش سبز که خیلی امید داده متاسفانه نشد، حقیقت اینه که گرفتاری ایران گرفتاری پیچیده ایه، ما میگیم ابعاد وسیعی داره این به اصطلاح این در هم آشفتگی و این زیر و رو شدن ها و این میشه که اینها گلوی مردم ایران رو گرفتن هم خب یه چیز عادی نیست، از فقط مسئله نظامی و اسلحه نیست، خب اسلحه که اولین زورشونه، دومیش اینه که اینا با عواطف دینی مردم بازی میکنن، یعنی اینا سعی میکنن تا اونجایی که میتونن به عنوان یک سرمایه به اصطلاح چیز تمام نشدنی از این انگیزه های دینی از عواطف دینی مردم استفاده بکنن، خب بی خود نیست که اصلا روز به روز سالی 2000 تا امامزاده جدید کشف میشه، سالی 50-60 هزار تا مسجد میسازن، حسینیه میسازن، هفته ها و ماه ها و روز های ایرانی ها رو تقسیم کردن، دهه فجر، دهه نمیدونم فلان، دهه ایکس، دهه ایگرک، که این به اصطلاح مردم رو در یک فضای ساختگی هزیانی مذهب غرقه نگه دارن. خب برای چی؟ برای اینکه از این استفاده بکنن. خب از این مردم ایران هم خب مذهبی بودن ولی مذهبی تر شدن از جنبه ای بعضی هاشون، به نظر شما مذهبی تر شدن؟ بله، برای اینکه چرا مسلمه اینا تمام سرمایه ملی، تمام سرمایه ملی در دست کسانی که پروژه مذهبی کردنه مردم رو در 40 ساله دارن پیش میبرن و تاثیرگذار بوده، از کودکستان از نمیدونم دبیرستان بگیر تا بیان سطح فرهنگ و رسانه و همه چی در من. اینا اون چیزای سنتیشون، اون به اصطلاح دستگاه های دم و دستگاه های سنتی، اون اهرم های قدیمی و کهنشونه که داشتن بیشتر هم کردن به کنار، اهرم های مدرن رو به دست گرفتن و در این راه به کار انداختن. ببین خب مسئله آموزش و پرورش یک بعد از مشروطیت آموزش ملی بود، اینا دست همون روحانیت که حوزه علمی است، دانشگاه ها یک مسئله ملی بود، اینا باز دست همین افتاده، همه چی دست این افتاده و اینا میکوشن با خرج کردن ثروتی که از منابع زیرزمینی، از نفت و گاز و اینها، حالا بدبختانه باید گفت چون اگه نبود این اتفاقات نمیافتاد، دارن این رو ترویج میکنن. مسلمه که از اون ور من نمیخوام سیاه سیاه ببینم، نمیخوام ناامیدی و اینها رو هم ترویج بکنم، از اون ورم خب بالاخره مسلمه که عکس العمل جامعه هم وجود داره، دوتا جامعه و دوتا به اصطلاح یک طرف دولت، یک طرف هم به هر حال مردمی هستند که عکس العملشون میدن، نمادش رو نمونه هاش رو در مقاومتی که زنان ایران دارن، چه در طرز لباس پوشیدن، چه در به اصطلاح در شیوه فعالیت های اجتماعیشون که چندین برابر شده، که در واقع ستون خانواده شدن، در تربیت فرزند نقش دارن، در کارهای فرهنگی، در همه چی نقش فوق العاده دارن، این نشون میده که مقاومتی هست. همین که ایرانی ها بازگشتن به گذشتهشون، فردوسی انقدر اهمیت پیدا میکنه، درسته، کوروش اهمیت پیدا، اینا خیلی مسئله یعنی نشون دهنده عکس العملی است که مردم هم خب همینجوری به اصطلاح ساکت نیستن و هر عملی عکس العملی داره، این عکس العمل در جامعه وجود داره و قطعا کار خودش رو خواهد کرد. من نمیتونم تاریخ بدم که چه موقع اینا خواهد رفت، ولی اون چیزی که برای من قطعی و مهم و به اصطلاح برای من مثل روز روشنه این است که چنین سیستمی از اونجایی که ما هم با فرهنگ ایران متناقضه، هم با به اصطلاح نوع شیوه زندگی انسان مدرن قرن 21 تناقض داره و همین که خودش مایه جز مایه شر رو
به اصطلاح تلخی و سختگیری و نمیدونم مرگ اندیشی در جامعه نیست، این با طبیعت انسان اصلا سازگار نیست. سوای اینکه با طبیعت ایرانی، با فرهنگ ایرانی، با تاریخ ایرانی سازگار، برای اینکه جابجاش یک جور غصب در تاریخ ایران اتفاق افتاده. روحانی اومده جای شاه رو گرفته، مصادره کرده و این رو نمیشه پنهان کرد. شما پول خرج میکنی، تبلیغ میکنی، فیلم میسازی، سناریوهای قلاب، به اصطلاح سریال های قلابی تلویزیون میسازی که تاریخ گذشته رو تحریف بکنی. یک عده هنرپیشه ای که در واقع برای گذراندن زندگیشون حاضرم هر مزخرفی چرت و پرتی رو بیان بازی بکنن و هر کارگردانی هر مزخرفی رو بکنه برای اینکه مردم رو فریب بدین، کارا رو میکنن. ولی اینا نقششون قطعی نیست، نقش قطعی رو جامعه ایران داره. بنابراین من فکر می‌کنم هر اتفاقی هم که باید بیفته همین مردم خواهند کرد. من مطلقاً با اینکه هر غریبه هر کشور خارجی حمله بکنه به ایران مخالفم، از روز اولم مخالف بودم. حدود 15 سال پیشم یه مقاله مفصلی نوشتم، نامه سرگشاده شاعر ایرانی به امریکا، یه کتابی درآوردم نگران جنگ، و همیشه با این مسئله مخالف بودم. و اصلا نمیفهمم اینایی که فکر میکنن برای خودشون رویا بافی میکنن و به اصطلاح دخیل میبندن، مثل اینایی که دخیل به امامزاده ها میبندن، به ترامپ یا به هر به اصطلاح دولت خارجی، فکر میکنم اینا یه جای مخشون خوب کار نمیکنه. جامعه متحول، یه جامعه که به همون نسبتی که ضربه خورده به همون نسبت بیداری هم پشتشه. و این اتفاق خواهد افتاد و مردم ایران بالاخره با روش‌های مختلف اون که روش خودشون پیدا خواهند کرد و پیدا میکنن و دارن. یعنی مقاومت در روز به اصطلاح به صورت روزمره در جامعه ایران دیده میشه، جامعه زنده هست. تحلیل بسیار کاملی است از طرف شما. پس خیلی کوتاه بفرمایید که فکر میکنید در آینده تاریخ چگونه قضاوت میکنه نسبت به این 40 سالی که بر ما ایرانیان گذشته با چنین حکومتی؟ بله، در این مورد که تاریخ چطور قضاوت خواهد کرد، پیش بینی شما چیست؟ همونی که پاسخ نیاز به پیشگویی داره که من از زیاد در اون استعدادی ندارم. اما اگه مقصود اینه که قضاوت و ارزیابی خودم از نقشی که ایرانیان به اصطلاح مهاجر، ایرانیان گریخته یا ایرانیان دوزیستی، منظورم از ایرانیان دوزیستی اونایی که هم در اینجا کارت خارج از کشور رو دارن، هم در داخل ایران شغل دارن و این حرفا، در دگرگونی و در به اصطلاح رهایی مردم ایران و ملت ایران از این سرنوشت شوم که هست، چی هست و چه جوریه، تاریخ چگونه برخورد میکنه با این پرسش دشواریه. من اینکه اطلاعات و آگاهی مفصل تری رو میطلبه، اما به نظر میرسه که هر یک از ما ایرانی ها در خارج از کشور به قدر وسعشون کوشیدن، برخی فعالتر و گروهی کمتر. اون چه مسلمه اینه که در خارج از کشور ایرانی ها بیش از همه به دنبال حل مشکلات روزمره زندگی شخصی خودشون بودن. و البته این کاملا قابل فهم و مشروعه. مشکل اداری، مسئله زبان و آموزش و زبان و محیط جامعه میزبان، پیدا کردن شغل، همه اینها، تدارک سرپناهی برای ادامه حیات، چون کار ساده ای نیست ترک دیار کردن، ترک وطن کردن و اومدن به جای ناشناخته از صفر شروع کردن، یعنی همه پلها رو خراب کردن، شغلت رو کنار گذاشتن، کاری که برای ساخته شدی دیگه نتونی بکنی، بعد بیایی توی محیطی که نمیشناسی، زبانش رو نمیدونی، این نیرو و انرژی وحشتناکی میخواد. و اکثر و غالب انرژی مردم ایران که از کشورشون گریختن یا مهاجرت کردن، در ابتدا صرف همین جا افتادن خودشون، درک این که در کجا هستن، چی کار باید بکنن، شغلشون، اینها میشه. و خود این تلاش هم به نظر میرسه که اگرچه به اصطلاح خیلی شخصی هست و فردی و در سطح خانواده هاست، به نظر میرسه که بی نتیجه نبوده، زیرا بسیاری از فرزندان ایرانیان در نسل دوم و نسل سوم در کشورهای میزبان تحصیلات عالی دارن، خیلی از اونها خوش درخشیدن. و به نظر میرسه که بسیاری از پدران و مادران، موقعیت فرزندانشون مهمترین پاداشی بوده است که از این مهاجرت در واقع گرفتن. خیلی ها به نظر من اینجوریه. در واقع در این سالهای دربدری با تحمل دشواری‌های بسیار گذشته از گروه‌هایی که خب با ثروت و اندوخته اومده بودن که اونها حسابشون جداست، برای خیلی‌ها همین که
تونستن در یک موقعیت نسبتا آرامی فرزندانشون رو تربیت بکنن خیلی اهمیت بزرگی داره. این دستاورد اگرچه برای هر یک از خانواده ها جنبه فردی داره، در یک نگاه کلی جنبه عمومی و ملی هم داره، زیرا موفقیت ایرانیان نسل دوم و سوم در کشورهای میزبان میتونه ذخیره‌ای برای کشور ما در روز مبادا اگر اتفاق افتاد و پیش آمد که در واقع این ملت ایران به آزادی در ایران رسید و روحانیت فهمید که باید شغل خودش رو داشته باشه و به مساجد برگرده، حق حاکمیت رو به مردم بسپره. حق حاکمیت ارث پدر هیچ صنفی نیست، روحانیت هم یک صنف بیشتر نیست، مثل بقیه، مثل قصاب ها. هیچ صنفی نمیتونه به تنهایی با اتکا یا به خدا یا به کتاب آسمانی یا به هر چیز دیگه‌ای چنگ بندازه رو حق حاکمیت ملی، اونم در قرن 20، اونم در کشوری که 150 سال است برای گرفتن این حق حاکمیت داره میجنگه، با چنگ و دندون جنگیده و این انقلاب هم نتیجه همون خواست و همون نیاز بوده. و برای این رو روحانیت اگر فهمید و به زبان خوش و به اصطلاح با در یک میثاق ملی با مردم ایران کنار اومد و حق خودش رو سر جای خودش گرفت و حق مردم رو به مردم داد، این نسل دوم و سومی هم که در خارج هستن میتونن اگر نیان زندگی بکنن، از دور هم که شده حمایت از کشور اصلی خودشون داشته باشن و این خیلی به نظر من چیز مهمیه. از جنبه های مثبتی هم شما از دید تاریخی به این 40 سال میبینید. آقای جلالی، شما از قبل از انقلاب یک مقداری در ایران فعال بودید و سالهای درازی رو در خارج از کشور گذروندید. دید همه ما نسبت به تغییر و تحولات ایران مشخصه، یعنی از 40 سال پیش به این طرف. پادشاه ایران موقعیت خاصی داشت و قشری متهم میکنم پادشاه رو که مقصر بود در دگرگونی انقلاب، یعنی انقلاب ایران رو فرزند خلف محمد رضا شاه میدونن. عده‌ای معتقدن که ایشون خطاکاری‌های زیادی کرده، به خاطر اون به این مرحله رسید، و عده‌ای معتقدن که نه، شاه هرچی در توانش بود انجام داد. ولی نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم و سوالی که از شما دارم اینه که دید شما طی این 40 سال نسبت به پادشاهی ایران چقدر تغییر پیدا کرده؟ یعنی 40 سال پیش که اطلاعات خیلی کمتری داشتیم، چون انقلاب به وقوع پیوست و خیلی مسائل دیگه پیش آمد، با کتاب‌هایی مثل خاطرات علم، کتاب‌هایی مثل تحقیقاتی که آقای میلانی کردند و چندین کتاب دیگه و مدارک و اسنادی که از سازمان‌های دولتی مثل آمریکا و انگلیس بیرون آمد. میخوام بدونم طی این 40 سال دید شما نسبت به محمد رضا شاه چه تغییری کرده؟ اصلا تغییری کرده یا نکرده؟ خیلی تغییر کرده نسبت به همه چیز، نسبت به همه شخصیت‌های رجال مملکت، شخصیت های تاریخی، شخصیت های سیاسی، خیلی خیلی زیاد تغییر کرده. علتش هم اینه که ما تحت تأثیر یک جو و یک فضایی بودیم که دروغ میگفت. گفتم که روشنفکری منحرف شده بود. به نظر من از پایه‌گذاری حزب توده به این ور، تاریخ ایران روایت به اصطلاح ایدئولوژیک و روایت سیاسی خاصی هست از یک به اصطلاح جریان خاصی. مسئله شوروی بود، این ور هر چی شوروی بود خوب بود، هر چی غرب بود سگ زنجیری و امپریالیسم و از این حرفا بود. مدل چه در سطح مارکسیستش، چه در سطح مذهبیش. فقط مارکسیست ها و به اصطلاح توده ای ها و شاگردانش که جنبش های چریک و اینا بودن نبودن، در مذهبی هم همینطور بود. اونا هم مدلشون لیبی بود و الجزیره و نمیدونم دوران انقلابی جلال آل احمد شده بود به اصطلاح چه میدونم نماینده کوبیدن غرب، با اون حرفای بی سر و تهی که به اسم غرب زدگی نوشته بود این حرفا. و میخوام بگم تاریخ ایران یک روایت دروغین بود و ما نسلی هستیم که زیر این بمباران دروغ و تقلب در تاریخ بزرگ شدیم. آثار اینها رو به ما حقنه کردن، چون یه روایت که روایت دولتی بود که خب به هر حال جزء تبلیغات و حکومتی به حساب می اومد، شما میخواستیم چه نمیخواد. یه روایتی بود که خودش رو طرفدار آزادی و نمیدونم عدالت و این حرفا میدونست و همه این رو نفی میکرد. اون هم ما بیشتر تحت تاثیر اون روایت بودیم، ولی اون روایت
به اصطلاح سلکتیف یا گزینشی بود و ایدئولوژیک بود. بنابراین هر چی که میشنیدیم مثلا تقی‌زاده این است، اون یکی، هر کدوم از به اصطلاح این رهبران جنبش مشروطه، اون یکی که ماسون است، اون یکی که انگلیسی است، اون یکی که فلان است، اون که قرارداد چی امضا کرد، اون وسوخ الدوله، اون یکی نمیدونم امین‌الدوله است. خلاصه خیلی به اصطلاح مسخ شده تاریخ ایران رو به ما حقنه کرده بودن. ببخشید از کلمه. چهره پادشاه ایران چگونه برش تغییر پیدا کرده؟ در مورد پادشاه میخوام بگم، خب شاه هم در واقع همین یکی از همین در واقع سوژه اصلی روایت تاریخ در دوران ما، شاه یکیش مهمترینش همین شاه بود، چون شاه در واقع چهره‌ای بود که بله کودتا کردن علیه مصدق و این سگ زنجیری امپریالیسم، بقیه چیزا اینا بود که تبلیغ میشد. خب مسلمه کسانی که در این فضا بزرگ شدن در جامعه روشنفکری و مدلشون روشنفکرای بودن که اینطوری فکر میکردن و میخواستن به هر شکلی شده بالاخره یه نیشی کنایه تو شعری قصه ای چیزی به شاه بزنن، چون تحت تاثیر این روایت تاریخی بودن. خب معلومه که ما درست نمیدیدیم، یعنی با انصاف نمیدیدیم، نه اینکه شاه درست بود و کامل بود، هر کاری کرد خوب بود، نه من اینو اعتقاد ندارم. و اتفاقا من انتقادی که به شاه دارم همین سیاست مذهبی کردن دوباره و به اصطلاح میدون دادن به روحانیت و آوردن نمیدونم باج دادن به روحانیت و به خصوص در این اواخر تسلیم محض در برابر جریان روحانیت و اینا، این یک چیزی که به نظر من اشتباه تاریخی بزرگیه که احتمالاً برمیگرده به شخصیت و ویژگی‌های خود شخص شاه که ظاهراً خرافی بود است و اعتقاداتی داشته است، یا اینکه اون شهامت و شجاعتی که پدرش داشت رو نداشته و لزوماً در این به اصطلاح دوران خطیر، در این برهه خطیر از تاریخ ایران شخصیتی مثل پدرش رضا شاه رو طلب میکرد تا محمد رضا شاه. این است که من نه اون سیاه قبلی رو که تبلیغ میشد و تو ذهن نسل ماها فرو کرده بودن میبینم از شاه، و نه اینکه بله همه چی درست بود است. نه خیر، اگر درست بود این اتفاق نمیافتاد. اگر شاه به اصطلاح به قانون اساسی وفادار می بود یا حداقل یک اپوزیسیون معتدلی رو حالا از جبهه ملی یا از هر چی به وجود می آورد، یا آزادی می داد که مردم بدونن دنیا دست کیه، روسیه چیه، توده یا چی میگن، یکی چی میگه، این اتفاق محال بود بیفته. بنابراین این استبدادی که علی حضرت همایونی بگیم همین اصطلاحی که رایج بود در واقع داشت، نقش بسیار زیادی در قصب حکومت، قصب نهاد حکومت و وسیله نهاد روحانیت در ایران شد که صحبتش کردیم که چی هست. اما من شاه رو به اون شکلی که در سالهای دهه 50 و دهه 60 و اینها محکوم میکردن مطلقا به اون شکل سیاه نمیبینم. در هر صورت اونم در یک جمله‌ای داشت، فرانسوا میتران یکی از رئیس جمهورهای بزرگ فرانسه است بعد از دوگل، این جمله رو خیلی جمله زیبایی داره که همیشه تکرار میکرد که من نمیگم که همه کارهایی کردم، کار مهم کردم، اما کردم اون چه که ازم برمیومد. شاه هم اون چه که ازش برمیومده کرده و در اینکه حسن نیت داشته که میخواست مملکتشو درست بکنه من الان شک ندارم. یعنی بیش از این در توانش نبود. در توانش نبود به خاطر شخصیتش، به خاطر ویژگی‌هاش و به خاطر شاید خود بزرگ بینیش. اونم در دست خودش نبود، وگرنه دست به این کشور به این روز نمی‌افتاد. خیلی سپاسگزارم از وقتی که شما گذاشتید برای بینندگان ما و تحلیل بسیار جامعی که ارائه دادید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.